سلام این آخرین درس از فصل اول دوره آموزش سئو هست و توی این درس میخوام نحوه ساخت یک پستی که از نظر گوگل سئو باشه رو بهتون توضیح بدم البته خب خیلی کامل نمیتونیم بهش بپردازیم اگه بخوایم قوی تر در این رابطه صحبت کنیم باید چند جلسه در موردش صحبت بشه که توی فصل بعدی کامل تر بهش میپردازیم اما خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم برای ساخت یک صفحه یک مقاله یک برگه یک دسته بندی فرق نمی هر صفحه توی وبسایتتون که از نظر گوگل بهینه باشه باید چند تا نکته رو رعایت کنیم مورد اول در متن نوشتمون باید بین یک تا دو درصد از عبارات شامل اون عبارت کلیدی باشن که توی جلسه قبل انتخاب کردیم مثلا عبارت کلیدیمون بود آموزش بررسی خود رو موقع خرید و باید این آموزش بررسی خود رو هنگام خرید رو بین یک درصد تا دو درصد در متن مقالمون استفاده کنیم یعنی از هر صد تا کلمه یک کلمش این عبارت کلیدیمون باشه مورد دوم عبارت کلیدی ما باید در محتوای مقاله پخش شده باشه به این شکل نباشه اگر 10 تا پاراگراف توی مقالهمون تولید کردیم توی 10 تا پاراگراف پاراگراف اول چهار بار اون مقاله در واقع اون کلمه کلیدی تکرار شده باشه توی پاراگراف های بعدی اصلا تکرار نشده باشه بره پاراگراف دهم حالا یه دو سه بار همونجا تکرار بشه پس یک بین یک تا دو درصد عباراتمون عبارت کلیدی باشند گزینه دوم عبارت کلیدی در کل صفحه به صورت مساوی پخش بشه مورد سوم عبارت کلیدی باید در عنوان ها استفاده بشه وقتی تو وردپرس یا تو هر سیستم مدیریت محتوای دیگه ای دارید محتوا تولید میکنید یه بخش داره به نام هدینگ یا عنوان ها که از h1 شروع میشه تا h6 و میتونیم این هدینگ رو مشخص کنیم h1 هست h2 هست و غیره عبارت کلیدیمون حداقل توی یه سی درصد از این عنوان ها تکرار شده باشه یعنی اگر 10 تا عنوان اصلی یا تیتر اصلی برای مقالمون داریم باید توی سه تا از این ده تا استفاده بشه حالا اینکه چطور این ساختار رو بچینیم چطور این هدینگ ها رو مشخص کنیم و همه اینها رو توی جلسات بعد خیلی مفصل بهش میپردازیم مورد چهارم موردی که باید رعایت کنید اینه حتی امکان از ویدیو یا تصویر یا فایل صوتی در محتواتون استفاده کنید گوگل واقعا بهش اهمیت میده اگر نمیتونید ویدیو تولید کنید یا پادکست تولید کنید در رابطه با اون محتواتون حتما از محتوای گرافیکی یا تصاویر استفاده کنید مورد پنجم متنی که تولید میکنید و اون محتوای گرافیکی که تولید میکنید حتما توسط خودتون تولید شده باشه دوستان من دیگه اون دوران گذشت که ما یه متنی رو از یه وبسایتی کپی کنیم قرار بدیم تو وبسایتمون حالا خیلی بخوایم هنر کنیم یه سری تغییرات تو اون متن بدیم و متن رو منتشر کنیم گوگل هم ما رو تایید کنه و بگه خب بیا صفحه اول گوگل نتیجه اول نه محتوا توسط شما باید تولید بشه باور کنید اگر یک روز انجام بدید یک ماه انجام بدید بعد از یک ماه اصلا نمیتونید دیگه از محتوای کپی استفاده کنید خود من این تجربه رو داشتم سالها از محتوای کپی شده توی وبسایت های مختلف استفاده میکردم تقریبا از سال 87 تا 92 سه محتوای کپی استفاده میکردم و هیچ وقت نتیجه نمیگرفتم از وقتی میهن دبلیو پی رو راه اندازی کردیم فقط محتوای اختصاصی و نتیجهش رو هم گرفتیم مورد بعدی اون تصویری که استفاده می کنید اون هم حتی یک تصویر کاملا اختصاصی باشه اگر میتونید این روزها همه موبایل دارن با موبایلتون عکس بگیرید از محصولاتتون از محیط کارتون از ابزارهایی که میخواید باهاش کار بکنید اگه مثلا آموزش یه سیستم مثل وردپرس رو میدید خب از صفحه نمایش کامپیوترتون عکس بگیرید بذارید در هر صورت عکسی که تو وبسایتتون قرار میدید از هیچ سایت دیگه ای استفاده نشه و از هیچ سایت دیگه ای دانلود نشه کپی نشه سیو نشه و بعد تو سایت شما استفاده بشه خیلی تاثیر داره پس تصویری که استفاده میکنید قبلا در هیچ وبسایت دیگه استفاده نشده باشه این مکمل موضوع قبلی بود نکته بعدی که باید رعایت بکنید اینه که لینک های داخلی به وبسایت خودتون بدید من قبلا یه مقاله نوشتم در رابطه با آموزش تعویز لنت ترمز پژو 206 این رو تو وبسایتم قرار میدم حالا میخوام در رابطه با نحوه تعمیر بوستر پمپ هم توضیح بدم تو مقاله نحوه تعمیر بوستر پمپ میگم قبلا به شما نحوه تعویض لنت ترمز رو توضیح دادن بعد از تعمیر بوستر پمپ بهتره که لنت هاتون رو هم تغییر بدید پس با آموزش تغییر یا تعویض لنت ترمز خود رو که لینک هم میکنید به اون صفحه دیگه میتونید این کار رو انجام بدید باعث میشه کاربر اعتماد بیشتری به ما کنه بره تو اون لینک و بیشتر با سایت ما آشنا بشه نرخ پرش یا باونس ریت سایتمون کمتر بشه و یک ذهنیتی شکل بگیره از برند ما از اسم سایت ما در ذهن کاربر که بله یه وبسایت خوبی بود که من یه روزی ازش استفاده کردم دو تا مقاله دیگه داشت اون رو هم خوندم پس اگه دفعه بعد بخواد محصولی یا خدماتی رو خریداری کنه قطعا از سایت شما استفاده میکنه موضوع بعدی استراکچر دیتا یا دیتا معماری شده هستش جدیدا گوگل یه قابلیت هایی رو اضافه کرده به واسطه اون الگوریتم مرغ مگس که تو جلسات قبل بهتون توضیح دادم که با استفاده از اون میتونید یه سری از داده ها و اطلاعات رو در نتایج گوگل مستقیما نشون بدید مثل چیزی که تو این صفحه الان دارید میبینید مثلا سرچ کردیم how to install windows و یه وبسایت اومده و نحوه نصب ویندوز رو در خود گوگل نمایش داده یا شما سرچ میکنید میهم وردپرس سایت ما آدرس دفترمون در واقع شماره تلفنمون شبکه های اجتماعی هر چیزی که میبینید رو میتونید ببینید و نیاز دارید رو در سمت راست نتایج گوگل به صورت یک نالج بیس داره نمایش میده از استرکچر دیتا هم میتونیم استفاده کنیم که تو جلسات بعد بهش میپردازیم موارد بسیار زیاد دیگه هم در تولید محتوا در بحث سئو کردن صفحات و محتوای وبسایتمون وجود داره که تو جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت فصل اول دوره آموزش سهمون تا اینجا تکمیل شد اگر میخواید ادامه این آموزش ها رو ببینید و سه او رو خیلی هرفهی تر یاد بگیرید و البته جدی تر وارد صفحه دوره آموزش سه او بشید اونجا میتونید ثبت نام کنید فصل های بعدی رو ببینید فقط یک نکته رو مد نظر داشته باشید تا اینجا کلا مباحث تئوری بود یه سری مباحث رو من بهتون توضیح دادم شاید نیاز به کار عملی ای نبود ولی اگر میخواید از اینجا به بعد رو ادامه بدید و از گوگل ورودی کسب کنید و از سایتتون کسب درآمد کنید لطفا کارهایی که از اینجا به بعد توضیح میدم رو حتما رو وبسایتتون اجرا بکنید یه تفاوت اصلی من بارها و بارها به دانشجوها میگم به دوستانی که میان مشاوره میگم بین وبسایت و شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام وجود داره همین الان اگه تو اینستاگرام یه ویدیوی تولید بکنید حالا اگه اون ویدیو بتونه قابلیت وایرال شدن داشته باشه که خب خیلی بهتره ویدیو شما در عرض یک روز حداقل 2300 تا ویو میخوره 2300 نفر اون رو میبینن تو وبسایت این فرایند کاملا متفاوته تو شبکه های اجتماعی ویو بالاست رشد خیلی سریعه ولی هر لحظه امکان داره اینستاگرام فیلتر بشه امکان داره این شبکه اجتماعی کلا بره کنار یه شبکه جدیدی بیاد و کلا مشتریان شما یهو از پنجاه هزار تا برسه به صفر تو وبسایت کار شما همیشه مداوم ادامه خواهد داشت به شرطی که وقت بذارید کار روی وبسایت و افزایش مشتری از طریق سو مثل شبکه اجتماعی نیست که خیلی راحت یه رشد سریع داشته باشید و مشتریان بیان سمتتون نه کار روی وبسایت نیاز داره به وقت گذاشتن تلاش تمرکز تا بتونید ورودی بیشتری بگیرید ولی یه خوبی داره به نسبت شبکه اجتماعی امروز تو شبکه اجتماعی هر کسی میتونه بیاد یه پیج بزنه حالا یه دانش سطحی هم داشته باشه اون دانش خودش رو اطلاعات خودش رو در معرض دید قرار بده دیگران میبینند لایک میکنن ولی وبسایت اعتبار بیشتری به شما میده چرا چون هر کسی نمیتونه یه وبسایت رو اندازی کنه هر کسی نمیتونه خیلی خوب روی سئو وبسایتش کار بکنه و هر کسی نمیتونه از طریق وبسایت مداوم و چند سال فروش داشته باشه این اتفاقی که برای خود من افتاده بیشتر از ده ساله دارم از طریق سئو از طریق راهاندازی وبسایت، فروش محصولات و خدمات کسب درآمد میکنم هیچ وقت هم پیش نیومده مثل شبکه های اجتماعی اون شبکه اجتماعی فیلتر میشه حالا کاربرانش میرن سراغ شبکه اجتماعی دیگه چه این مسائلی پیش نمیاد چرا که شما دارید از یه وبسایت استفاده میکنید روی وبسایتتون کار کنید فروش خوبی خواهید داشت مسلما ولی نیازمند اینه که تلاش بیشتری داشته باشید به نسبت شبکه های اجتماعی موفق باشید